بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، در نخست تشریف‌آوری همه نمایندگان ویژه و سپران و نمایندگان کشورهای منطقه را به نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان خیر مقدم عرض می دارم. یک تشکری خاص از نمایندگان ویژه فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین که با وجود خرابی هوا سفر نمودن و در این نشست حضور به هم رساندن. امیدواریم با استفاده از این فرصت بحث های سازنده داشته باشیم تا راه را برای بهبود و توسعه هرچی بیشتر روابط میان افغانستان و کشورهای منطقه هموار سازد. حاضرین گرامی، هدف اساسی برگزاری نشست امروزی در شهر زیبای کابل بحث و گفتگو پیرامون شکلگیری روایت منطقه محوری به هدف توسعه همکاری های منطقوی برای تعامل مثبت و سازنده میان افغانستان و کشورهای منطقه است. همچنان امیدوارم با استفاده از این موقع ما و شما جمعا روی استفاده از فرصتهای به وجود آمده در افغانستان پس از اشغال و جنگ گفتگو نماییم. همکاری های منطقی می تواند متمرکز بر موارد عمده زیل باشد. بررسی راه های تعامل و همکاری منطقه محور بر اساس منافع مشترک منطقی، ایجاد روایت منطقه محوری برای تعامل مثبت و سازنده با حکومت افغانستان جهت مبارزه با تهدیدهای بالفعل و بالقوا در منطقه، تلاش برای اتصال نرم و اتصال سخت که منجر به توسعه اقتصادی منطقی با نفع تمام مردمان منطقه ایمان خواهد شد. همصدایی در برچیدن تحریم های یک جانبه علیه منطقه و بخصوص افغانستان و احترام گذاشتن به انتخاب های مدل توسعه بومی و سنتی و شیوه های حکومتداری همدیگر. حاضرین محترم، در مدتی زمانی کمتر از 2.5 سال که امارت اسلامی افغانستان زمام امور را به دست گرفته است، تعاملات خوبی در عرصه های توسعه تجارت و ترانزیت منطقوی با کشورهای منطقه و همسایه داشته ایم، چیزی که به دلیل جنگ های تحمیلی و ناامنی در افغانستان برای دهها یک رویا بود. از یک سو با پایان اشغال 20 ساله و در مجموع جنگ 45 ساله افغانستان و ختم جنگ و خونریزی و شکلگیری یک حکومت مستقل مرکزی و از سوی دیگر نوع نگاه منطقه محوری امارت اسلامی افغانستان با در نظر داشت اصل اقتصاد محوری در نظر سیاست خارجی حکومت افغانستان که متقی بر اتصال منطقوی می باشد زمینه خوبی پر اهم گردیده است. تا در همکاری با کشورهای منطقه به ایجاد یک روایت منطقه محور روی منافع مشترک کار نماییم، همچنان با تهدیدهای بالقوا مبارزه نماییم. افغانستان به عنوان کشوری که نزدیک به نیم قرن ناامنی و بی‌ثباتی را تجربه نموده است، به هیچ صورت نمی خواهد تا کشوری در منطقه دچار ناامنی و بی‌ثباتی گردد. برای امارت اسلامی افغانستان امنیت منطقه از اهمیت خاص برخوردار می باشد. امارت اسلامی افغانستان حاضر است با کار مشترک بر مبنای منافع مشترک و احترام متقابل با کشورهای منطقه تعامل و همکاری داشته باشد. سیاست حکومت افغانستان در جریان کمتر از 2.5 سالی گذشته نشان داده است که افغانستان نوین منافع خویش را با منطقه در اکساز و کار بربرد تعریف می نماید و پیشنهاد می نماید
تا همه بازیگران به نپی نوی نگاه حاصل جمع صفر روی قاعده بازی برد برد و همکاری مشترک سرمایه گذاری نماییم. مطمئنا در مدت زمان حکیمت امارت اسلامی افغانستان ثابت کردیده است که نگاه منطقی بر اساس اتصال اقتصادی در محوریت منطقه یکی از پایه های اساسی سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان را تشکیل می دهد. این تنها شعاری نیست، بلکه باور داریم که پیشرفت و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه با هم دیگر رابطه قوام گونه دارد. این وابستگی اقتصادی ایجاب می نماید تا کار مشترک در منطقه را هرچه بیشتر گسترش دهیم. ایجاب می نماید که کشورهای منطقه در هماهنگی و همکاری مثبت و سازنده با امارت اسلامی افغانستان از یک سو جلوی احتمال بروز وضع نامطلوب در منطقه را بگیرد و جانب دیگر در مرحله پسا جنگ از فرصتهای اتصال منطقی و افزایش تعاملات منطقه محور را به حیث هدف اساسی استفاده نماید. امارت اسلامی افغانستان و منطقه می تواند از طریق ایجاد روایت تعامل محور و سازنده در همه عرصه ها برخلاف روایت تعامل گریز و ناسازگار جهات تهدیدهای احتمالی را کاهش داد و از فرصتهای نوین استفاده بهینه نماید. حاضرین محترم، می خواهیم با استفاده از این فرصت پیامی واضح و روشنی خدمت شما عزیزان داشته باشیم. امارت اسلامی افغانستان به منافع انتخابها، ساختارهای حکومتی و مدلهای توسعه دیگران احترام دارد و در مقابل از دیگران نیز توقع دارد که منافع انتخابها و مدل حکومتداری و توسعه افغانستان را احترامی بگذارند. پس از 20 سال مبارزه برای آزادی و اقامه نظام اسلامی امروزه ما سرنوشت خویش را به دست خود رقم میزنیم. تاریخ دور و نزدیک افغانستان ثابت ساخته است که نسخه های تحمیلی و وارداتی نتوانسته است برای افغانستان کارساز ثابت شود. در جریان نزدیک به نیم قرن سالهای جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان دیده شد که طرحه هایی که از بیرون به افغانستان وارد شد هیچ درد مردم افغانستان را مداوا نساخت. چه طرحه های کشورها بوده و یا هم سازمان های بین المللی و یا هم طرحه های پرستاده های خاص، نسخه های بیرونی که تحت هر نام و نشانی ارائه شده اند نتیجه معکوس داشته است. همچنان طرحه های سازمان ملل متحد نیز که در جریان کارپرستاده های مختلف ارائه شدند، متاسفانه نتیجه جز جنگ، بی‌ثباتی و اشغال افغانستان نداشته است. بنابر این، با توجه به درس های تاریخ نباید تجارب تلخ گذشته تکرار شود. امروزه افغانستان پس از حد اقل دو دهه مبارزه و قربانی مردم افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، آزاد، امن و دارای حکومتی است که می تواند به نمایندگی از افغانستان روی تمام مسائل ذی علاقه و منطقه و جهان کار نماید. افغانستان به حیث کشوری که منازعه تحمیلی طولانی را پشت سر گذاشته است و به صلح، امنیت و ثبات دست یافته است، نیازمند نماینده خاص دیگر ملل متحد و ماموریت جدید در موجودیت یونامه نیست، بلکه همین حکومت آماده است و ظرفیت هم دارد تا روی مسائل مشترک و نگرانی ها با جهات های منطقی و بین المللی گفتگو نماید. با استفاده از فرصت
از این جمع خوشمندیم که در نشست آینده دوحه واقعیت‌های عینی افغانستان امروزین را به سمی جهت‌های دور برساند تا باشد با روی کردی واقع بینانه معقول و قابل قبول برای افغانستان و راه وارد تعامل و همکاری سازنده شود. باید یادآور شد که افغانستان با هیچ جهتی خواهان تقابل و جدال نیست، بلکه همواره روی تعامل مثبت تاکید داشته است. پس از نزدیک به نیم قرن تجاوزات، مداخلات و حرج و مرج و بی‌ثباتی، خوب است بالاخره به یک حل بومی برای مسائل فرصت داده شود. کارکرد کمتر از دو سال و نیم گذشته امارت اسلامی افغانستان با وجود تحریم های نامشروع و یک جانبه و برخلاف برخی پیش بینی های منفی خیلی خوب بوده است. در این مدت زمان افغانستان توانست ساختار حکومتداری را سر و سامان دهد، نیروهای سیگانه امنیتی را تنظیم بخشد، تهدیدهای ملی و منطقه‌ای از سوی گروه پیتنگر را خونسا سازد، کشتی مواد مخدر را ممنوع نماید، ماشین اقتصادی کشور را متحرک سازد، پروژه های بزرگ انکشافی را آغاز نماید و گام های عملی را برای رونق بخشیدن تجارت و ترانزیت منطقه‌ای بردارد. حضار گرامی، می خواهیم واضح نماییم افغانستان مانند هر کشور دیگر مشکلاتی نیز دارد. یک کشوری که نزدیک به نیم قرن امواج تهاجمات و مداخلات بیرونی و جنگهای داخلی بوده است. نمی شود با تمام مشکلاتی در مدت زمانی کوتاه راه حل یافت. با وجود آن امارت اسلامی افغانستان مصمم است تا به مشکلاتی که بخش بزرگی آن ها میراث گذشته است رای حل جستجو نماید. با استفاده از این فرصت و ابتکار و همچنان از طریقی با قیم مکانیسم های منطقی مانند نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و پرمیت مسکو، امیدواریم با تقویت یک اجماع منطقی موفق شد که در آن منافع همه بازیگران منطقه حفظ گردد. در چارچوب همچون یک اجماع منطقی می توان زمینه برای یافتن مکانیسم های تشویقی برای نیل با توافقات موضوعی که منافع مشترک را تضمین می نماید مساعدت ساخت. مهمانان گرامی، امروزه در منطقه مشترک ما ظلم و جنایتی که علیه مردم بیگناه و بیدپای فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی در جریان است جای بسا تعصب بوده و مایه نگرانی جدید ماست. من بار دیگر ضمن محکومیت شدید این جنایات یک بار دیگر بر جامعه بین المللی صدا می کنیم تا مشترکاً جلوی این مظالم وحشانه و نسل‌کشی مردم مظلوم فلسطین گرفته شود و حقوق حقی مردم فلسطین تامین گردد. در پایان یک بار دیگر اشتراک کنندگان این نشست را خوش آمدید گفته و امیدوارم که با اصحاب و گفتگوهای مفید داشته باشیم و من الله توفیق.